گفته های خلیلزاد برای جمهور کرزی، اگر توافقنامه امنیتی را امضا نکنید افغانستان دچار نبردهای داخلی خواهد شد. از آغاز مرحله دوم ثبت نام رای دهندگان تا نگرانی های امنیتی، کمیسیون مستقل انتخابات میگوید در 5 ولسوالی ثبت نام ممکن نیست. با آغاز بررسی های وزارت داخله درباره سهل انگاری برای انتقال جسد یک سرباز پلیس، وزارت داخله میگوید در صورت این کار ثابت شود برخی از فرماندهان پلیس در فرا برکنار خواهند شد. ایره به صورت جدی ما پیشتر اشاره کردیم که پیگیری میکنیم و کسایی که در اونجا غفلت وظیفه‌ای داشته باشند مورد پیگرد قرار میگیرند. به نام خداوند متعال و با عرض سلام با مهمترین ها از یک خوش آمدید. امروز جمعه 4 اسد سال 1392 خورشیدی است که برابر میشه به 26 جولای 2013 میلادی. من شانه نورزاد ابراهیمی هستم. سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد هشدار میدهد که کابل با نداشتن یک ابرقدرت مانند آمریکا پس از سال 2014 میلادی درگیر نبردهای داخلی و دستخوش مداخله کشورهای همسایه می شود. زلمه خلیلزاد باور دارد که با تنش‌های اخیر میان دو کشور پیمان امنیتی امضا نخواهد شد. آقای خلیلزاد تاکید میکند که رئیس جمهور کرزی نباید با منظور ناخوشنودی‌های شخصی با واشنگتن آینده افغانستان را به بحران ببرد و کمک‌های واشنگتن را به افغانستان که بیشتر از کمک‌های این کشور به اسرائیل است قطع سازد. سیاست بازی های کایندی پیچیده ای را برای افغانستان رنگ داده است. ظاهراً کابل با به چالش کشاندن واشنگتن در امضای توافقنامه امنیتی خواست های درون پرده ای دارد و واشنگتن خروج نیروها و قطع کمک هایش را تا پذیرفتن این خواست های درون پرده ای کابل ترجیح می دهد. با این همه سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد به این باور است که با عملی شدن این تصمیم واشنگتن افغانستان پس از سال 2014 میلادی بار دیگر گواهی آغاز نبردهای داخلی و مداخله های کشورهای همسایه خواهد شد. بسنه شدن یک توافقنامه امنیتی می تواند یک مانع اصلی روابط راهبردی باشد. این کار سبب خواهد شد که درگیری های داخلی در افغانستان آغاز شود و مداخله های پاکستان، هند، ایران، چین و روسیه در این کشور نیز بیشتر شود. پس از نیمه افراشته شدن پرچم طالبان در قطر انتظار می رفت که کابل گفتگوها را برای امضای توافقنامه امنیتی با واشنگتن اثر گیرد. اکنون تبدیل شدن افغانستان به لانه های امن هراس افغانان نگرانی است که سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد این همه را به ناخوشنودی های شخصی کابل از واشنگتن پیوند می دهد. بی باوری های کرزی در برابر ایالات متحده آمریکا از یک فهرست طولانی از اتهام های دولت اوباما سرچشمه می گیرد و آن این که دولت آمریکا افغانستان را در انتخابات سال 2008 به فساد همراه گفته بود. از طرف دیگر اتهام های رئیس جمهور کرزی بر ضد ایالات متحده دلبستگی این کشور را در پیوند به امضای توافقنامه امنیتی دو جانبه کم رنگ کرده است. باید بگویم که امضای این توافقنامه افغانستان را به بزرگترین دریافت کننده امنیت از جانب ایالات متحده آمریکا و کمک‌های اقتصادی برای آینده قابل پیش‌بینی مبدل خواهد کرد. سخنگویان ریاست جمهوری در این باره با ما گفتگو نکردند، اما پیش از این رئیس دفتر رئیس جمهور کرزی در گفتگوی ویژه‌ای با تلویزیون یک واشنگتن را به امتیازگیری‌ها در امضای این توافقنامه متهم کرده بود. اگر قرارداد امنیتی هم با امریکا می داشته باشیم، ما باید اطمینان داشته باشیم که از جانب پاکستان بالای ما تجاوز صورت می گیره، حمله می شه و ایجا با کسی که ما قرارداد استراتژیک امضا کردیم، قرارداد امنیتی امضا کردیم، اینها از ما دفاع می کنند. سخنان که زلمه خلیلزاد سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد نیز از آن پرده برمی‌دارد. دولت اوباما در درجه اول در قسمت تأخیر شکست دادن القاعده نگران است. با این حال افغانستان نه تنها توسط القاعده بل توسط گروه‌های وسیع‌تر از گروه‌های هراس افغان در پاکستان از جمله طالبان و وابستگان القاعده مانند جنبش اسلامی ازبکستان تهدید می شود. با عنوان یک نتیجه واشنگتن و کابل در دامنه مشکل توافق امنیتی دو جانبه دیدگاه های متفاوتی دارند.
در این میان قطر نشانی یک تیرگی روابط کابل و واشنگتن را بیشتر ساخته است. اکنون باری دیگر پاکستان کشوری که به برنامه ریزی ها برای تجزیه افغانستان از این دفتر متهم بوده است. به گشایش این دفتر در روزهای نزدیک و انجام گفتگوهای صلح سخن می زند. دفتر طالبان در قطر که چند پیش بنابر تنش‌ها بر سر نام آن بسته شده بود، بزودی باز می گردد. ما امیدوار هستیم که گفتگوهای صلح یک بار دیگر در قطر اثر گرفته شود. در حالی که کابل با داشتن روابط با ابرقدرت مانند امریکا برای جلوگیری از مداخله های بیرونی پیکار با حراس افغانی و ادامه کمک های این کشور همواره تاکید کرده است، اما روشن نمی سازد که برای امضای این توافقنامه که تضمینی برای آینده کشور پنداشته می شود چه تصمیمی خواهد گرفت. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید مرحله دوم ثبت نام رای دهندگان فردا در تمام نقاط افغانستان بجز 5 ولسوالی که در کنترل دولت نمی باشد آغاز خواهد شد. رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات می گوید انتقالات مواد برای ثبت نام در 370 محل مرکز ثبت نام در ولسوالی های کشور تا امروز صورت گرفته و امنیت برای ثبت نام کنندگان به ویژه برای محل های ثبت نام بانوان به صورت جدی گرفته شده است. او میگوید در تمام کشور 242 مرکز ثبت نام وجود دارد و از فردا مشخص می شود که آنها با کدام مشکل جدی روبرو هستند یا خیر. اکنون کمیسیون مستقل انتخابات نیز برای برگزاری انتخابات جدی به نظر می رسد. دیگر ظاهراً مشکل قانونی هم وجود ندارد، زیرا هم قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی و هم قانون انتخابات هر دو توشیح شدند. رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات میگوید از فردا در تمام نقاط افغانستان مرحله دوم ثبت نام کارت رایدهی آغاز می‌گردد. مرحله اول شامل مراکز کل ولایات بود است و این مرحله آنگونه که آقای امرخیل میگوید در ولسوالی ها اجرا می شود. پنجم به اسد باندې د ولسوالی او قصد حبند او همدارنګ د نواحي او قصد حبانی پریکي او د هغې لپاره ټول تدابیر خوشبختانه نیول شوی دي. په حدود دې درسو او یا مرکزونو تاثیر پرون مازیګر پورې انتقالات تکمیل شوی دي چې باقی به انشاء الله نن تکمیل شي. آقای امرخیل می گوید مرحله دوم شامل 241 مرکز می شود و هر مرکز هم دو محل ثبت نام برای آقایان و خانم ها دارد و امنیت این مراکز هم جدی در نظر گرفته شده است. او می افزاید تنها در 5 ولسوالی که در کنترل دولت نیز ثبت نام صورت نمی گیرد. به گفته او اکنون مشکلات وجود ندارد و از فردا مشخص خواهد شد که آنها در این کار مشکل خواهند داشت یا خیر. امنیتی ارگانونو دیتا کن خلواک می سنت اتمنان ورکره چی دلتا با امنیت تامینی نو دنیل ورز انتقالات چی تکمیل چی سبابا من که وجهت معلومی گی چی سمر ولو سوالوی چی امنیت تامین دو سمر کنه نو تر او سپوری دغا برنامه یا انتقالات خوش بختارا در سم مختص لیلی دی رخ همه هنگی دی امنیتی ارگانونو دیتا کن خلواک می سنت ارمین دبا او پخشکل دا برنامه مختص لیلی. 5 ولسوالی در ولایت‌های نورستان، غزنی، زابل و هلمند می‌باشند که اکنون در کنترل مخالفین دولت قرار دارند. با وجودی که نگرانی‌ها در مورد برگزار نشدن انتخابات همچنان وجود دارد، اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید آنها انتخابات را در زمان معین آن برگزار خواهد کرد. تلاش‌های کمیسیون مستقل انتخابات در حال برای برگزاری انتخابات جریان دارد که این طرف کمیسیون گزینش بر سر انتخاب 27 چهره برای انتخابات کمیشنران جدید کمیسیون مستقل انتخابات در حال چانه‌زنی است. وزارت داخله از آغاز بررسی‌ها در پیوند به بی‌حرمتی به جسد یک سرباز پلیس در ولایت فر را خبر می‌دهد. معاون سخنگوی وزارت داخله می‌گوید در صورتی که درباره انتقال جسد این سرباز به ولایتش سهل انگوری صورت گرفته باشد، برخی از مقام‌های فرماندهی پلیس فرا تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. در این حال رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان نهادهای امنیتی را متهم به بی‌پروایی می‌کند. دست کم 46 روز پیش یال داشت سرباز پلیسی که به خاطر دفاع از وطن و تامین امنیت در فرا اجرای وظیفه میکرد، شبانگاه از نزدیکی پاسگاهش توسط طالبان ربوده شد و سپس به شکل وحشیانه به قتل رسید. جسد توته شده این سرباز پلیس پس از 45 روز بدون تابوت به کمک مردم محل و تلاش خانواده‌اش در صندوق مرمی به طالقان انتقال داده شده است.
در همین حال معاون سخنگوی وزارت داخله می گوید در صورتی که در انتقال جسد این سرباز پلیس سالنگوری صورت گرفته باشد، برخی از مقام های فرماندهی پلیس فرات تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. اگر غفلت وظیفه‌ای صورت گرفته باشد، با واقعا این شهید پلیس با اون چه که شما اشاره کردید به مشکلات انتقال داده شده باشه به خانواده‌اش، ایره به صورت جدی ما پیشتر اشاره کردیم که پیگیری میکنیم و کسایی که در اونجا غفلت وظیفه‌ای داشته باشند مورد پیگرد قرار میگیرند. در کل ما آمادگی های لازم داریم، در هر گوشه و کناری که مجروح یا پلیس شهید میشه اینا را به صورت عاجل انتقال میدیم. بی‌پروایی در برابر این سرباز و سربازان دیگری که در نبرد با شورشیان در کشور به قتل میرسند چی پیامدهایی میتواند داشته باشد؟ رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان میگوید که در این زمینه نیروی امنیتی سالنگاری کردند و این گونه سالنگاری ها به اعتبار نیروی امنیتی صدمه زده و نیز سبب تضعیف روحیه نیروها می شود. شکایت مردم ما رسیده و تماس های مکرر با مقامات وزارت دفاع و وزارت داخلی افغانستان داشتیم که در رفع این مشکل به خصوص در انتقال شهدا و مجروحین هر چه سریعتر همیشه به عجله باید اقدام صورت بگیرند تا از یک طرف بالای روحیه و مورال رزمی نیروهای امنیتی افغانستان تاثیر منفی نگذاره و از طرف دیگه یک نوع دلسوزی و نسبت به خانواده های شهدا و به خود مجروحین جنگ می باشه. همسر جوان یول داشت با 7 فرزند و مادر پیرش در ولایت تخار در این خانه زندگی می کنند. دخترک یول داشت معصومانه دولت را زیر پرسش قرار می دهد که چرا پارچه های توته شده بدن پدرش را در میان صندوق برای او انتقال دادند. دوچه رقم دولت است. این نقل صندوق چه پیش من روی نمی کنم. نقل صندوق داشت پیش من روی می کنم. مادر پیری یول داشت می گوید تا کنون دولت هیچ کمک با آنها نکرده و نیز وزارت داخله پولی را که برای خانواده قربانیان پلیس در نظر گرفته شده در اختیار آنها قرار نداده است. در خانه هیچی نداره، زمین نداره، زمان نداره. از خاطر مجبوریش خیسته رفت خلیش با دستی طالبا داد او را تکه و کچه داده اومده. بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا میگوید که پروژه 50 میلیون دلاری در برنامه عدلی و قضایی افغانستان ناکام است و کمبودی های جدی دارد. این برنامه از سوی وزارت خارجه آمریکا در افغانستان راه اندازی شده است و هدف آن آموزش دادستان ها، قضات، وکلای مدافع و محققان جنایی است. به همین منظور بازرس ویژه آمریکا وزارت خارجه کشورش را زیر پرسش قرار داده و گفته است که این پروژه فاقد احکام اولیه است و باید این وزارت نظارتش را در این مورد بیشتر کند. تمیم شهیر با جزئیات بیشتری خبر. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از سوی سیگار به خاطر ناکام بودنش در مورد پروژه 50 میلیون دلاری برنامه آموزش عدلی در افغانستان زیر پرسش قرار گرفت. این برنامه در آغاز سال روان میلادی به سازمان توسعه قانون بین المللی یا روم سپرده شد و هدف آن آموزش دادستان‌ها، قضات و کلای مدافع و محققان جنایی است. بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا در یک نامه برای جانکری کمبودی‌های جدی را در برنامه آموزش عدلی در افغانستان بیان کرده است و از وی خواست نظارتش را در این مورد بیشتر سازد. به گفته این بازرس آمریکایی، سازمان توسعه قانون بین المللی آمادگی های لازم را برای مدیریت ندارد و حتی این سازمان معلومات و وسایل آموزش خود را آماده نساخته است و برای اینکه این پروژه آموزشی به یک چک سفید مبدل نشود باید نظارت در این پروژه جدی تر گرفته شود. طنز در اینجا این است که دولت رهبردهای نوشته شده خود را نقض کرده و به این سازمان یک چک بزرگ برای آموزش افغانها در مورد حاکمیت قانون داده است. اما وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا این اظهارات سیگار را رد کرده و گفته است که این پروژه دارای یک طرح قوی ارزیابی و نظارت می باشد. این برنامه تنها 6 ماه می شود که آغاز شده است، اما تمام طرح‌های نظارتی و ارزیابی در جریان است و در این پروژه هیچ اتهام یا مدرکی در قسمت تقلب یا سوی مدیریت وجود ندارد. در همین حال روز چهارشنبه مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفته که اگر جان کری تا اول جولای سال آینده یک برنامه درست ارزیابی و نظارت را عملی نکند، از تنخواه وی و تنخواه نماینده ویژه این کشور در افغانستان و پاکستان 25% کاسته خواهد شد. بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا گفته است که وزارت خارجه کشورش بنابر دلایل نامعلوم پروژه 50 میلیون دلاری را برای سازمان توسعه قانون بین المللی داده و از هر گونه نظارت خودداری کرده است. از سوی هم وزارت مالیه میگوید بیشتر پولهای جامعه جهانی که خارج از بودجه ملی هزینه شده موثر نبوده و به هدر رفتند.
وزارت خارجه امریکا مصرف کرده، یک کیلو به چه شکل مصرف کرده مربوط خودشان است، از طریق بودجه ملی افغانستان مصرف نشده. زمانی که پول از طریق بودجه ملی افغانستان مصرف میشه، شورای ملی در اوجه نظر میده، چارنوالی تعقیبش میکنه، تفتیش هر سال در قطعه در باری از نظر میده و ما یک شفافیت نسبتا خوبی داریم. بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا از وزارت خارجه کشورش خواسته تا تمامی قراردادها در مورد بازسازی افغانستان را مرور کند. بر بنیاد آمار این بازرس، سال 2002 تا سال 2011 وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا 140 پروژه بازسازی را با هزینه بیش از 315 میلیون دلار در افغانستان آماده ساخته و تاکنون از 99 پروژه آن نظارت نشده است. رئیس جمهور کرزی از شهروندان کشور می‌خواهد تا برای بهبود محیط زیست از شکار غیرقانونی حیوانها و پرنده‌ها به گونه جدی خودداری کنند. آقای کرزی در پیام رادیویش گفته است که با وجود فرمان منع شکار، هنوز هم برخی از شهروندان حیوانهای کوهی و پرنده‌های صحرایی را زنده می‌گیرند، می‌فروشند و یا هم می‌کشند. پیش از این اداره حفاظت از محیط زیست نیز اعلام کرده بود که حیات وحش در کشور رو به نابودی است. روح الله آرمان گزارش میده. ادامه شکار غیرقانونی حیوانها و پرنده های کوهی و صحرایی یکی از عوامل مهم نابودی حیات وحش و خراب شدن روزافزون محیط زیست در کشور دانسته شده است. رئیس جمهور کرزی به تازگی در پیام رادیویی خود گفته است که با وجود فرمان منع شکار، هنوز هم شماری از شهروندان کشور به شکار غیرقانونی حیوانها و پرنده ها میپردازند. هر کار چیز مرد چاپیریال ده خرابوی باعث کیجی باید چی ده غزخه دد وکلو او وی نکلو. زر خبرو طول هیوادوار از که غارم چی ده طبیعی موجوداتو بیرویه او ناور شکار استفاده او یعنی حق نیول و نکلو. جنگلون با نوهو، درختی با نوهو، بلکی درختی اونی با کال پا کال دیرو او نیاران برشدو. آقای کرزی از همه شهروندان کشور می خواهد تا برای بهبودی محیط زیست از شکار بی‌رویه حیوان‌ها و پرنده‌ها خودداری کنند. اما برخی از آگاهان محیط زیست با این گفته های رئیس جمهور موافق نیستند. با باور ما زیبنده تر می بود اگر جلالت باب رئیس جمهور کشور تطبیقی دو فرمان که در رابطه با شکار بی‌رویه پرندگان حیوانات حاضر است از اداره امور و وزارتخانه های اجرایی می پرسید بهتر بود، چون چند قبل فرمان 45 رئیس جمهور هم پیگیری فرامین و احکام مصوبات بود. این در حال است که پیش از این مسئولان اداره حفاظت از محیط زیست از ناپدید شدن روزافزون دست کم 90 گونه حیوان و پرنده مانند گوسفند مارکوپلو، بز مغولی، پلنگ برفی، آهوی مشکی، مرغابی مرمرین، قطان الماسی و دیگر پرنده های کمیاب در برخی از مناطق کشور خبر داده بود. اما این که مسئولان اداره حفاظت از محیط زیست تا اکنون چرا موفق به تطبیق فرمان رئیس جمهور و جلوگیری از شکار غیرقانونی نشدند، تلاش های ما برای دریافت این پاسخ بین جمانت. بسیاری از دانشجویان دختر در ولایت هرات به دلیل مشکلات اجتماعی پس از فراغت از دانشگاه در شغل‌های خلاف رشته ایشان کار می‌کنند. این در حال است که به گفته مسئولان دانشگاه هرات 34 تن از مجموع 54 دانشجوی برتر در این دانشگاه‌ها دوشیزگان تشکیل می‌دهند. در 11 سال اخیر دانشگاه های کشور شاهد حضور هزاران دانشجو بودند که بخش قابل ملاحظه این آمار را دوشیزگان تشکیل می دهند. اما گفته می شود به دلیل وجود مشکلات اجتماعی در کشور، بسیاری از دوشیزگان پس از فراغت از دانشگاه ها در کارهای خلاف رشته ایشان کار می کنند. با این حال آنان همچنان در تلاش برای کسب موفقیت های بیشتر در رشته های دلخواهشانند. به هدف در بازدید از دانشکده خبرنگاری دانشگاه هرات دریافتیم که جایگاه دانشجویان برتر در چهار صنف این دانشکده را دوشیزگان به خود اختصاص دادند. آنان میگویند تشویق خانواده هایشان با آنان انگیزه لازمه برای پیشرفت را داده است. میتونم که ولی خوب خانه ها از لحاظ اطلاعاتی چون دانشجوی که همین رشته هستم میتونم که آگاهی بخشم. جامعه فعلا پیشرفت کرده با درس خواندن، خود زن میتونه استعدادات فکری و معنوی پیدا بکنه و در تصمیم گیری ها شرکت بکنه و به نظر حقوقش و از حقوق خواه آگاه بشه.
روند جذب دانشجویان دختر در دانشگاه‌های کشور به ویژه در هرات هر سال رو به افزایش است. چنانچه به گفته مسئولان میزان جذب دوشیزگان دانشجو در این دانشگاه از 5 سال پیش که 15% بود اکنون به 45% رسیده است. اما به این همه این دانشجویان به دلیل مشکلات اجتماعی پس از فراغتشان در روند کاریابی با چالش روبرو میشوند و بسیاری از آنان به کارهای خلاف رشته رو میآورند. گاهی وقت هست به خاطر اینکه یک خانم حتی در یک جای مشغول هست و یا وظیفه خود به نحو احسن انجام میده یا درس خود خوب میخونه تا مورد تمسخر ممکنه قرار بگیره و گاهی وقت برای از او مشکلات ایجاد بکنند اطرافیان، خانواده یا کسانی که به نوعی حسادت میتونن داشته باشند. بنابراین در این بخش ها ما بیشتر باید تلاش بکنیم از لحاظ روانی فضا رو آماده تر بسازیم در جامعه برای خانم ها. دخترها بیشتر علاقه دارن نسبت به بچه ها، چنانچه ما میتونم خدمت شما عرض بکنم که زیادتر اول نمره صنف ما خانم ها هستن یا دختر ها هستن که علاقه مندی از اینا به ما باعث فخر و مباهات است. گفته می شود باورهای سنتی جامعه و نبود توازن جنسیتی در محیط های کار و ویژه در ولایات از چالش هایی است که رسیدگی به آن هنوزم نیاز به زمان دارد. دبیر کل سازمان ملل متحد در جریان دیدارش با وزیر خارجه آمریکا گفته است که بیش از 100,000 تن در جنگ داخلی سوریه کشته شدند. وی در همین حال از طرفهای درگیر در سوریه خواسته است تا به جنگ در این کشور پایان دهند. در همین حال وزیر خارجه آمریکا گفته است که بحران در سوریه از راه نظامی پایان نمییابد و برای رفع بحران در این کشور راه حل سیاسی نیاز است. پالمام رامین سالک با خبرهای ورزشی این ساعت. تشکر از نشان ابراهیمی. سلام، خوش آمدید به خبرهای ورزشی این ساعت. تیم فوتسال تلویزیون یک با تساوی مقابل تیم شرکت سیاحتی طلو با 2-1 به عنوان تیم نخست به 1/4 نهایی مسابقات فوتسال جام رسانه‌ها صعود کرد. دیشب دو دیدار در ادامه مسابقات فوتسال جام رسانه‌ها برگزار شد و تیم فوتسال تلویزیون یک با تساوی 4-4 مقابل تیم شرکت سیاحتی طلو متوقف شد و با تفاضل گل بیشتر نسبت به علی به عنوان تیم نخست گروه اول و دوره بعد صعود کرد. در دیگر دیدار این گروه تیم فوتسال تلویزیون نگاه با 7 تیم تلویزیون رای فردا را شکست داد تا با 2 به عنوان تیم نخست به دوره 1/4 نهایی صعود کند. امشب در ادامه این بازی ها تیم فوتسال خورشید با مساف تلویزیون آرزو می رود و تلویزیون آرینا با خبرگزاری افسنا مسابقه می دهد. گفتنی است دوره 1/4 نهایی این مسابقات از روز دوشنبه آغاز می شود که در نخستین دیدار تلویزیون یک با مساف تلویزیون طلو می رود و شرکت سیاحتی طلو با تلویزیون نگاه مساف می دهد. شاگردان مورینیو با 8 منتخب اندونزیا را در هم کوبیدند. باشگاه چلسی که به اردوی پیشفصل در اندونزیا رفته است با نتیجه 8-0 منتخب این کشور را شکست داد تا به روند پیروزی‌های پیشفصل خود ادامه دهد. در این دیدار ادن آزار، رامیرز، دمبابا، جان تری، براترن تراوره و رومیلو لوکاکو گل‌های چلسی را زدند. در دیگر دیدار مهم وردر برمن 6-0 برتفورد را مغلوب کرد. روبن کازان هم در دیدار با یادگینای سربستان با 1 به برتری رسید. این دار که از 3 مسابقات مقدماتی لیگ اروپا انجام شد تنها 1 در بر داشت. بورسیا دورتموند فردا شب در دیدار سوپر جام آلمان به مساف شاگردان گواردیولا به میدان می رود. این دار که ساعت 11:30 دقیقه شب به وقت کابل برگزار می شود در دو تیم قدرتمند آلمان رو در روی هم قرار می گیرند. کلوب مربی زردپوشان دورتموند در اظهار نظر گفته که فردا شب انتقام شکست فاینال لیگ قهرمانان اروپا را از بایرن مونیخ خواهد گرفت. بایرن مونیخ که بعد تازگی گواردیولا مربی پیشین بارسلونا را به خدمت گرفته می خواهد برابر حریف سنتی خود به پیروزی برسد تا جام سوپر جام آلمان را به دست بیاورد. بایرن روز گذشته توانست در دیدار دوستانه با جای 2-0 بارسلونا اسپانیا را شکست دهد تا همچنان آماده دیدار دورتموند در سوپر جام آلمان باشد. گفتنی است بایرن مونیخ با 2 از 5 برگزار شده سوپر جام ریکورد دار است. و اینکه فردا شب کهکشانی‌های ریال مادرید در دیدار دوستانه با مساف پاری سن ژرمن قهرمان لیگ فرانسه می رود. این مسابقه که در کشور سویدن و در ورزشگاه اولاوره شهر گوتبورگ برگزار می شود در بیش از 115 کشور به گونه زنده پخش می شود. از نکات قابل توجه حضور کارلو آنجلوتی روی نیمکت ریال مادرید است و سال گذشته او توانست با پاریسات عنوان قهرمانی لیگ فرانسه یا لیگ شمپیونه را کسب کند. این دار که ساعت 10:30 دقیقه شب به وقت کابل برگزار می شود در خوشبین دیدار آنجلوتی با تیم پیشینش پس از جدایی از میان پاریسی ها می شود.
از همراهیتان به مهمترین های خبر از یک سپاسگزار هستم و از شما میخوایم تا بیننده برنامه رسم و صوتی که قرار است تا لحظات بعد آغاز شود نیز باشید.